دوست مشترک ما. نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی. قسمت 116. حالا برداشت‌های بیمارگونه و نامنظم را مرور می‌کنم. اینها آنقدر تازه و قوی‌اند که به آنها اعتماد دارم، اما بین آنها فاصله افتاده است که از آنها خبر ندارم و زمان نتوانسته است بر آنها تأثیر کند. چند جوره قهوه نوشیده بودم که حس بیناییم به من خبر داد که او فوق‌العاده بزرگ می شود و احساسی مرا بران داشت به سویش حمله کنم. کنار دریا با هم گلاویز شدیم. در همان حال که درون اتاق می گشتیم و شعله های آتش بین ما زبانه می کشید، بیان که متوجه باشم کجایش می خواهم بزنم، یک مشت حوالش کردم. بر زمین افتادم. همانطور که بی حال روی زمین افتاده بودم، کسی با پا مرا برگرداند. گردنم را گرفتند و مرا به گوشه کشاندند. صدای چند مرد را شنیدم که با هم حرف می زدند. چند تا پای دیگر مرا برگرداندند و از این رو به آن رو کردند. من آدمی را دیدم مثل خودم که لباسهایم برتن کرده بود و روی تخت خواب نشسته بود. تا آنجا که من می دانستم، سکوت روزها، هفته ها، ماه ها، سال ها با کشتی گرفتن تمام آدم هایی که در اتاق بودند شکسته شد. به کسی که شبیه من بود حمله شده بود و کیف من در دست او بود. مرا لگدمال کردند و از رویم گذشتند. صدای چند مش شنیدم. انگار که هیزم شکنی درخت می شکست و من نمی توانم بگویم که اسمم جان هارمون است. حتما فکرشم نمی کردم، حتی آن را نمی دانستم. اما وقتی صدای مش تا به گوشم رسید، به یاد هیزم شکن و تبرش افتادم و ناآگاهانه خیال می کردم که در یک جنگل بر زمین افتاده و خوابیدم. هنوز هم صحیح هست؟ هنوز هم صحیح هست، به استثنای اینکه من بدون استفاده از کلمه من نمی توانم آن را برای خودم توضیح دهم. اما من نبود. در حیطه آگاهی من چنین چیزی وجود نداشت. درست پس از اینکه از درون چیزی شبیه لوله سر خوردم و بعد در پی سر و صداها و هیاهوی زیاد و جرق پرانی آتش بود که یک بار دیگر به هوش آمدم. این جان هارمون است که دارد غرق می شود. جان هارمون، برای زندگیت تلاش کن. جان هارمون، از خداوند کمک بخواه و خودت را نجات بده. گمان می کنم این سخنان را با صدای بلند و در حالی که سخت درد می کشیدم گفتم. و بعد آن چیز ناشناخته ترسناک و نفرت انگیز از میان رفت. وانگاه من بودم که تنها در آب برای نجات زندگی تکاپو می کردم. اینک من بودم که ضعیف و ناتوان و در حالی که کرختی خوفناکی بر وجودم چیرگی می یافت، همراه جریان آب می رفتم. روی آب سیاه که می نگریستم، چراغ‌ها را می دیدم که در دو سوی ساحل رودخانه به سرعت از برابرم می گذشتند. انگار که می خواستند بروند و مرا تنها بگذارند تا در تاریکی بمیرم. جریان جزر آب رو به پایین بود، اما در آن هنگام چیزی از بالا یا پایین روی آب نمی دانستم. هنگامی که به یاری خداوند راهم را در میان جریان شدید جزر می‌یافتم و سرانجام به قایقی از چند قایقی که به طناب روی سنگ فرش بسته بودند برخورد کردم و به زیر آن کشیده شدم و از سوی دیگر آن زنده بیرون آمدم، آیا مدت زیادی در آب مانده بودم؟ آنقدر که تمام وجودم یخ زده بود، ولی نمی‌دانم چند مدت. اما سرما مهربان بود و بر من رحمت آورده بود، زیرا هوای سرد، شب و باران بودند که نگذاشتند من روی سنگ فرش ها از حال بروم. وقتی که تلو تلو خوران و افتان و خیزان پای به میخانه نهادم، همه خیال کردن مستم، چون که من اهمیت نمی دادم و نمی دانستم کجام، زیرا دارویی که مرا بیهوش کرده بود قدرت سخن گفتن را هم از من گرفته بود.
و من خیال می کردم که هنوز شب پیش است، زیرا هوا هنوز تاریک بود و باران هم می بارید، ولی من 24 ساعت را گذرانده بودم. من اغلب این حساب را بررسی کردم و حتما در شب در آن میخانه خوابیدم که توانستم خودم را دوباره باز بیابم. بگذارید ببینم. بله، من حتم دارم هنگامی که در رخت خواب دراز کشیده بودم این فکر به ذهنم رسید که با جستن از کام این خطر که همه خیال خواهند کرد که من به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده ام، فرصتی برای آزمایش بلا پیش آمده است. زشتی تحمیل شدن ما دو نفر بر یکدیگر و یادآوری سرنوشتی که بر سر پول و ثروت پدرم آمده است، سرنوشتی که جز به پلیدی به چیزی دیگری نخواهد انجامید، برام بزدلی مرگاوری که از زمان کودکی خودم و خواهر بینوایم در وجودم ریشه دوانده بود، نیرومندانه چنگ انداخته بود. حتی تا این ساعت نمیتوانم بفهمم که در آن قسمت از ساحل رود که زنده از آب بالا آمدم، روبروی آن قسمت بود که به دام گرفتار آمدم یا نه، و حتی حالا هم هیچ وقت نخواهم فهمید. و در این لحظه هم که هنگام رفتن به سوی خانه رودخانه را پشت سر رها می کنم، نمی توانم تصور کنم که بین من و آن نقطه جاری می شود یا اینکه دریا در همان سویی است که باید باشد. اما این را اندیشیدن نمی گویند، به این می گویند جهش به زمان حال. اگر پولی که در کمربند ضد آب دور بدنم گذاشته بودم نبود، موفق نمی شدم آن کار را انجام دهم. پول زیادی نبود، حدود 40 لیره استرلینگ برای آدمی که ثروتی در حدود چند صد هزار لیره به ارث برده بود، ولی کافی بود. اگر آن نبود، ناگزیر بودم خودم را معرفی کنم. اگر آن نبود، نمی توانستم به قهوه خانه بروم یا اتاق خانم ویلفر را اجاره کنم. حدود 12 روز در آن هتل زندگی کردم، یعنی تا پیش از آن شبی که جسد راتفوت را در کلانتری دیدم. وحشت روحی غیر قابل توصیفی که بر سر دیدن این وضع به من دست داد، آن فاصله زمانی را طولانی تر کرد، در صورتی که می دانم توانسته است تا به این حد طولانی بوده باشد. درد و اندوه از آن روز به بعد به تدریج رو به کاستی نهاده است و فقط گهگاه به سراغم می آید و امیدوارم که اینک از آن رها باشم. اما حتی همین حالا هم با خود می اندیشم که بر خود چیره شوم و پیش از سخن گفتن یا پیش از آن که بتوانم سخن بگویم، خودم را اداره کنم و تمسک نفس داشته باشم، وگرنه نمی توانم چیزهایی را که لازم است بگویم بر زبان بیاورم. یک بار دیگر از اندیشیدن به پایان آن دست بر می دارم. پایان چندان دور نیست که من اقوا می شوم آن را رها کنم. یا الله، به پیش. من هر روز روزنامه ها را ورق می زدم تا خبری درباره گم شدنم بیابم، ولی خبری نمی یافتم. شبی که بیرون رفته بودم گردش کنم، جمعیتی را دیدم که دور هم گرد آمده و اعلان روی دیوار وایت هال را می خوانند. در آن نوشته بود که جان هارمون، یعنی خود من، را مرده از رودخانه گرفتند که بر اثر رویداد اسرارآمیزی به قتل رسیده است. ضمن دادن نشانی من از روی اسنادی که در جیبم بود، به اطلاع رسانده بود که جسد من برای شناسایی در کجا گذاشته شده است. من بی‌محابا به آن سوی شتافتم و در آنجا، در حالی که وحشت مرگی که از دستش گریخته بودم با زشت‌ترین چهره در جلوی چشمانم پدیدار شده بود و ضمن اینکه آن وحشت غیر قابل توصیف ناشی از اثر آن داروی مخدر هم بر آن افزوده شده بود، گمان بردم که راتفوت برای آن پولی که می‌خواست مرا به خاطر آن بکشد کشته شده است و همچنین تصور کردم که احتمالاً هر دوی ما را در همان نقطه از رودخانه و در همان جریان جزر سیاه رودخانه، زمانی که جریان آب عمیق و قوی بوده، به آب انداخته بودند. آن شب اسرارآمیز بودن خود را تقریباً رها کردم و با وجودی که به کسی بدگمان نبودم، اطلاعاتی هم نمی توانستم بدهم. کاملاً بی خبر بودم و فقط می دانستم که کسی که کشته شده من نیستم، بلکه راتفوت است.
روز بعد در حالی که دودل بودم و روز بعد از آن هم باز در حالی که مردد بودم، به نظر رسید که تمام کشور دلشان می‌خواهد من مرده باشم. در نتیجه بازجویی‌ها اعلام شد که من مردم و دولت هم مرا مرده قلم داد کرد. در کنار آتش بخاریم که نشسته بودم، یک دقیقه نیز نمی‌توانستم به سر و صداها گوش فرا دهم، چون که صدایی در گوشم تنین می‌انداخت که من مردم. به این ترتیب جان هارمون مرد و جولیوس هندفورد ناپدید شد و جان راک اسمیت به دنیا آمد. امشب راک اسمیت قصد دارد خطایی را که هرگز ممکن نمی پنداشته است و آن را در بیانات لایت وود در مورد خودش شنیده است تصحیح کند و موظف است از هر لحاظ که ممکن است آن را جبران کند. از این روی جان راک اسمیت این وظیفه را هرگز از یاد نخواهد برد. حالا همه چیز معلوم شد؟ تا این زمان چیزی از قلم نیفتاده؟ نه، هیچ چیز. از این به بعد چه؟ تهیه برنامه آینده این کار با وجود کم بودن آن بسیار دشوارتر از برنامه ریزی آن در گذشته است. جان هارمون مرده است. آیا جان هارمون باید دوباره زنده شود؟ اگر بله چرا؟ و اگر نه چرا؟ پس تکلیف من چیست؟ زندگی منشیگری را به آرامی سپری کردن و از احتمال شناخته شدن پرهیز کردن تا آنگاه که آنها به این سرنوشت دگرگون شدهشان خو بگیرند و تا آن هنگام که خیلی انبوه پرید کارها و کلاهبرداران با نامهای گوناگون و جور و جورشان بروند و شکاری دیگر بیابند. در آن هنگام امیدوارم که شیوهی که من در نحوه رتخ و فتخ امور به وجود آورده و استقرار بخشیده ام، که هر روز دردمندانه تلاش می کنم آن دو را به قبول این شیوه تشجیع کنم، به صورت ماشین یا دستگاه مرتب و منظمی درآید که بتوانند آن را همیشه به همین صورت نگه دارند. من می دارم که فقط خواهان گشاده دستیشان هستم، چون هنگام مقتضی فرا برسد چیزی نخواهم خواست مگر اینکه مرا در همان راه پیشین زندگیم بگذارند و جان راک اسمیت آن راه را با رضایت خاطر خواهد پیمود. اما جان هارمون هرگز زنده نخواهد شد و اینک در آیندهی بسیار دور هرگز چنین خیالی نخواهم داشت که فکر کنم بلا به احتمال اگر به سادگی از او بپرسم که به سادگی از او خواهم پرسید مرا به خاطر خودم بپذیرد، که با توجه به آن که می دانم بر من ثابت شده است و اکنون به همه چیز فکر کردم از آغاز تا انجام و فکرم راحت تر شده است. این مرده زنده جوری به فکر فرو رفته بود و با خود سخن می گفت که نه به باد توجه نشان می داد و نه به راه، و در برابر آن نخستین باد، ضمن اینکه این دومین راه را زیر پا می گذارند، ایستادگی می کرد. اما اکنون که به شهر لندن وارد شده بود، یعنی به ایستگاه درشگاه رسیده بود، نمی دانست حالا باید به خانه خودش برود یا به خانه آقای بافین. پالتو روی دست با خود بحث می کرد که بهتر است سری به آن خانه بزند و پالتو را در آنجا بگذارد، چون احتمال شناخته شدن بسیار کمتر از آن است که آن را با خود به هالووی ببرد. هم خانم ویلفر و هم میس لاوینیا کنجکاوانه به تمامی مایملک مستأجر خود دست می زدند و آنها را زیر و رو می کردند. چون به خانه رسید متوجه شد که آقا و خانم بافین در خانه نیستند، اما میس ویلفر در اتاق پذیرایی است. میس ویلفر در نتیجه بدحال بودن در خانه مانده بود و سر شب پرسیده بود که آقای راک اسمیت در اتاقشان هستند یا نه. سلام مرا به میس ویلفر برسانید و بگویید حالا در خدمتتان هستم. میس ویلفر هم به نوبه خود به ایشان سلام رساند و اگر مایه زحمت و دردسر نباشد، آقای راک اسمیت قبل از رفتن سری به بالا بزنند، نهایت محبت و لطفشان خواهد بود. زحمت زیادی نبود. از این رو آقای راک اسمیت به بالا آمدند. وای چقدر زیبا شده بود. خیلی زیبا شده بود. کاش پدر مرحوم جان هارمون قید و شرطی در وصیت نامه نگنجانده بود و کاش پسرش هم از زیبایی وی آگاه شده بود،
که در این صورت کاری می کرد هم دوست بدارد و هم دوستش بدارند. خدای من، شما حالتان خوب نیست آقای راکسمیت؟ بله خیلی خوبم. خیلی متاسفم که وقتی آمدم شنیدم شما حالتان خوب نیست. چیز مهمی نیست، سرم درد می کرد، حالا دیگر نمی کند و چون حوصله نداشتم به تئاتر مهیج بروم در خانه ماندم. علت این که پرسیدم حالتان خوب نیست این بود که رنگتان سفید شده است. راستی؟ شب پرمشغله‌ای داشتم. دختر روی صندلی راحتی کوتاه روبروی بخاری نشسته بود و یک تکه جواهر پرزرق و برق رو هم روی میز نهاده بود. کتاب و وسایل کارش هم در کنارش بود. آها، اگر جان هارمون مرحوم هم روی آن صندلی می نشست و دست دور کمر زن حلقه می زد و می گفت حتم دارم که با نبودن من حوصله از سر رفته است و تو الهه خانه واقعا چه زیبا هستی دلدار من، واقعا چه زندگی متفاوتی می داشت. اما این جان راکسمیت فعلی که از آن مرحوم جان هارمون فرسنگ ها فاصله دارد بسیار دور ایستاده بود. از نظر مسافت چندان دور نبود، اما از نظر جدایی فاصله بسیار دور بود. بلا گفت آقای راکسمیت، من در صدد بودم که اگر فرصتی پیش بیاید به شما توضیح دهم که روز پیش چرا من با شما به گستاخی حرف زدم. شما حق ندارید درباره من بد فکر کنید آقا. نگاه تند و تیزی که به وی انداخت، نگاهی که هم آشکارا رنجیده می نمود و هم تقریبا ملتمسانه، نگاهی بود که مرحوم جان هارمون را به سناخانی بسیاری برمی انگیخت. من چنین عقیده‌ای دارم؟ بلا پاسخ داد در هر صورت چنین عقیده‌ای داشتید آقا. من به خودم حق دادم شما را از اشتباهی که با آن دچار شده اید بیرون بیاورم. همین بود و بس. بلا گفت اجازه می خواهم ازتان بپرسم آقای راکسمیت، چرا شما چنین حقی را به خودتان دادید؟ امیدوارم سخنم گستاخانه نباشد. یادتان باشد که این جمله عین جمله خودتان است. برای اینکه من عمیقا و صادقانه و از ته دل به شما علاقمندم میس ویلفر، چون که من دوست دارم شما را همیشه بهترین ببینم. برای اینکه اجازه می دهید ادامه بدهم؟ بلا با چهره‌ای برافروخته پاسخ داد نه آقا، شما بیش از حد لازم گفته اید. خواهش میکنم ادامه ندهید. اگر شما لطف دارید و آدم محترمی هستید دیگر حرفی نخواهید زد. اگر جان هارمون مرحوم زنده بود و با چشمان به زیر انداخته به آن چهره مغرور مینگریست و به آن تند نفس کشیدنهایی که موهای روی آن گردن زیبا را تکان میداد، احتمالاً سکوت میکرد و سخنی بر زبان نمی آورد. بلا گفت میخواهم با شما صحبت کنم آقا، برای اولین و آخرین بار، ولی نمیدانم آن را چگونه شروع کنم. از سر شب تا حالا همش اینجا نشسته بودم. آرزومندم که با شما صحبت کنم و مصممم که با شما حرف بزنم و معتقدم که باید حرف بزنم. خواهش میکنم یک لحظه به من وقت بدهید. وی ساکت ماند و دختر نیز که سر برگردانده بود ساکت بود.